عرض ادب و احترام دارم خدمت همکاران عزیز فعالان حقوق بشر در حوزه ورزش که امروز 11 مارس برابر با 20 اسفند 1401 از ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی حضور به هم رساندن و جلسه هماندیشی کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکار رو انجام خواهیم داد. تشکر میکنم از همه عزیزان و دستن در کاران قانون دفاع از حقوق بشر در ایران که این امکان رو فراهم کردن که ما بتونیم این جلسه رو برگزار کنیم و من خوشحالم که مجدد در خدمت شما عزیزان هستم. در ابتدا سخنرانی و موضوع سخنرانیش رو خدمت شما عرض کنم که خانم زهرا رهایی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق ورزش و ورزشکار در بهمن ماه 1401 رو برای ما ارائه خواهند داد. سپس جناب آقای داوود لطفی بررسی ماده دو اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی رو ارائه خواهند داد و خانم طیبه نجاتیان سخنرانی خودش رو با موضوع فساد سپاه در فوتبال ایران یاد خواهند کرد. در پایان هم بحث آزاد رو داریم که موضوع بحث آزاد این برنامه هست، حق امنیت شغلی پناهندگی ورزشکاران. از شما عزیزان هم در هر بخش دعوت میشه که با نظرات و سوالات خودتون، اگر سوالی دارین البته، برنامه رو به خوبی به پیش ببریم و در بحث آزاد هم حضوری فعال داشته باشیم. دعوت میکنم از خانم رهایی تا سخنرانی خودشون رو انجام بدن. خانم رهایی، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. سلام عرض ادب خدمت شما و همکاران عزیز. سرپرست تیم بسکتبال نفت آبادان از گم شدن 70,000 دلار جایزه این تیم در زمان فدراسیون قبلی خبر داد. بوشهری اعلام کرد در حال حاضر مشخص نیست آن 70,000 دلار کجا رفته و کسی نیز پاسخگو نیست. این خبر مغایرت دارد با ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق مسئولیت نسبت به جامعه. در حالی که خبر مهاجرت عاطفه احمدی، پرچمدار ایران در المپیک زمستانی پکن در برخی رسانه ها منتشر شد، اما او این خبر را تکذیب و اعلام کرد. این خبر کاملا اشتباه است و تکذیب می کنم. من مثل سالهای پیش با هزینه شخصی خودم برای تمرین آمدم تا برای مسابقات جهانی با آمادگی بیشتری حضور داشته باشم. این خبر ماده 12 عدم دخالت در احوال شخصی را نقض می کند. اشراق نجف آبادی ورزشکار شیرازی و عضو سابق تیم ملی دوچرخه سواری کوهستان که در جریان اعتراضات بازداشت شده بود، از زندان عادل‌آباد شیراز به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر موسوم به پلاکستر منتقل شد. این خبر ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون را نقض می کند. خانم رای میکروفونتون بسته شد. الان صدای من هست؟ الان صداتون هست، بفرمایید. رسول خادم قهرمان کشتی ایران درباره خلیج عربی و انفعال جمهوری اسلامی واکنش خود را اعلام و عنوان کرد که آیا یک نفر مقام رسمی و بلندپایه پیدا نشد خارج از اطوارهای بیخاصیت دیپلماتیک و خواستن سفیر عراق به وزارت خارجه با صدایی بلند، صریح و محکم نخست وزیر نامرد عراق را مخاطب قرار داد و بنابر خواست مردم گستاخیش را به تمامیت ارضی ایران بر دهانش بکوبد. واکنش او به این دلیل بود که همزمان با شروع مسابقات عربکاپ عراقی ها کمپینی را شروع کرده بودند که به جای استفاده از خلیج فارس، خلیج عربی را پرتکرار می‌کردند. این خبر ماده 29 و 30 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق مسئولیت نسبت به جامعه و عدم تفسیر مواد به نفع دولت‌ها را نقض می‌کند.
کوثر یا مهبانو خوشنودی کیا ورزشکار کرمانشاهی نایب قهرمان تیراندازی با کمان آسیا بینایی چشم چپ خود را به دلیل تیراندازی نیروهای یگان ویژه در جریان سرکوب اعتراضات سراسری از دست داد. لازم به ذکر است که نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در جریان قیام ژینا با شلیک به سمت معترضان چشمان بسیاری را نابینا کردند. جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضها صدها تن را کشته و بیش از 20 هزار تن را بازداشت کرده و 4 معترض در پرونده های مربوط به این قیام را اعدام کرده است. این خبر ماده 22 حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی را نقض می کند. خانواده 15 بازیکن فوتبال ایران به حراست اداره ورزش و جوانان استان خراسان رضوی از تعرض مربیان یک مدرسه فوتبال به فرزندان خود شکایت بردند. احسان اصولی عضو هیئت رئیسه و سخنگوی فدراسیون فوتبال مدعی شده است که وزارت ورزش و جوانان از هفته‌های قبل در جریان این خبر بوده، اما اجازه اطلاع رسانی حتی به فدراسیون فوتبال را نداده بودند. هنوز هیچ اطلاعی از وضعیت 116 تخلف در مدارس فوتبال ایران در دست نیست. نه قوه قضاییه و نه رسانه منتسب به آن از برخوردهای قضایی با خاطیان و سرنوشت این پرونده اطلاعی منتشر نکردند. در فاصله 3 روز پس از اعلام احتمال بازگشت تماشاگران به ورزشگاه‌ها، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد که به دلیل آنچه نبود زیرساخت‌های مناسب خوانده، ورود زنان تماشاگر به ورزشگاه‌ها مقدور نیست. بر اساس اسنادی که گروه بلک ریوارد از حک خبرگزاری فارس منتشر کرده بود، مشخص شد مهدی تاج به نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران گفته بود در صورتی که او رئیس فدراسیون فوتبال ایران بود، فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا فشارهای خود را از روی این فدراسیون برای حضور زنان از روی فوتبال ایران برمی‌داشتند. او در بازگشت به این فدراسیون درهای ورزشگاه را حتی به روی زنان گزینشی که پیش از این اجازه نشستن در طبقه دوم ورزشگاه را داشتند هم بست. حیدر ابراهیمی ورزشکار و سرایدار سالن خانه کشتی کامیاران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. ببخشید یک لحظه، من این خبر ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی را نقض می‌کند. رسول خادم قهرمان کشتی ایران در واکنش به کنگره زنان تاثیرگذار که جمیله علم‌الهدی همسر ابراهیم رئیسی به راه انداخت نوشت اسباب شرمندگی است که بیبی خانم از ترابادی و مریم میرزاخانی را داشته باشی و کنگره بگذاری، آن هم با جماعتی هیچ که هیچ هویتی از خودشان ندارند برای هیچ. این خبر ماده 3 عدم تفسیر مواد به نفع دولت‌ها را نقض می‌کند. حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان ایران از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده است. این اتحادیه در جدیدترین بسته تحریم‌های خود علیه شرکت‌ها و مقامات حکومت جمهوری اسلامی 18 شخص و 19 نهاد را در فهرست تحریم‌ها قرار داد که یکی از آنها وزیر ورزش و جوانان دولت ابراهیم رئیسی بود. به این ترتیب 3 معاون کلیدی وزیر ورزش و جوانان در صورت تروریستی شدن سپاه پاسداران حق هیچ گونه فعالیتی در قاره اروپا را نخواهند داشت. شاخص‌ترین این چهره وحید یامین‌پور معاون جوانان این وزارتخانه است که بارها خواهان برخورد با ورزشکاران معترض بود. وحید یامین‌پور از چهره‌هایی است که به عنوان بلندگوی نفرت پراکنی جمهوری اسلامی نیز شناخته می‌شود. محمد آخوندی نیز از مشاوران حمید سجادی در امور ورزش نیست. یه هفته‌های گذشته با حمایت از اعدام معترضین، این احکام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را اجرای حکم الهی دانسته و خواهان سرعت بخشیدن به روند اعدام‌ها شده بود. او حالا با حکم اتحادیه اروپا از حضور در کشورهای عضو این اتحادیه محروم می‌شود و دارایی‌هایش نیز مصادره خواهد شد. حمید سجادی وزیر ورزش با واهمه آشکار از گسترش اعتراضات به ورزشگاه‌ها گفته که همه مسابقات ورزشی فقط با 30% ظرفیت تماشاگران برگزار می شود. با پیش از خیزش انقلابی مردم ایران هیچ محدودیتی برای حضور تماشاگران در مسابقه وجود نداشت. او همچنین تحریم خود را با تحریم روسیه مقایسه کرد.
این خبر ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات، ماده 28 حق دنیای زیبا و آزاد برای همه را نقض می کند. محمد نامجو مطلق، کشتیگیر صاحب نام ایرانی، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا ضمن اعلام درخواست پناهندگی از آلمان اعلام کرد. در تمرینات تیم ماینز حضور یافته است. او در ادامه گفت که اگر طرفدار حق باشی، اگر صدای مردم باشی به عنوان ورزشکار، باید قید ورزش و تیم ملی را بزنی یا اینکه دیگر در ایران زندگی نکنی. ورزشکاری که سمت حقیقت بایستد عاقبتش در این رژیم مثل نوید افکاری خواهد شد. او هم یک کشتیگیر بود و مثل من در اردوهای تیم ملی حضور داشت. نوید را با شکنجه اعدام کردند، برادرانش را در انفرادی نگه داشتند. خواهر و مادرش هم طی این مدت تحت آزار مداوم قرار داشتند. لازم به ذکر است که در ماه‌های اخیر ورزشکاران زن و مرد بسیاری که سابقه عضویت در تیم‌های ملی ایران را دارند، از کشورهای مختلف درخواست پناهندگی کردند. کاهش امید و انگیزه از ادامه زندگی در ایران، دخالت‌های مقامات ورزشی در زندگی خصوصی ورزشکاران، اجبار مسئولین ورزشی به رعایت فرامین سیاسی و مذهبی توسط ملی‌پوشان، همچنین فشار شدید اقتصادی از دلایل عمده کوچ ورزشکاران است. این خبر ماده 18 و 19 حق آزادی بیان عقیده و همچنین ماده 23 حق امنیت کاران نقض می‌کند. وریا غفوری، مدافع راست فولاد، که در هفته‌های نخست خیزش انقلابی مردم ایران طرف مردم ایستاد و مدتی بازداشت بود، 48 ساعت مانده به پایان مهلت نقل و انتقالات زمستانی فوتبال ایران از این تیم کنار گذاشته شد. این خبر ماده 22 حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و کار را نقض می‌کند. دبیر انجمن MMA ایران از مخالفت وزارت ورزش با فعالیت بانوان در این رشته خبر داد. این خبر ماده 1 همه آزاد و برابر به دنیا آمده اند و همچنین ماده 2 عدم تبعیض را نقض می کند. صادق روحی، عضو پیشین تیم ملی بوکس و قهرمان چندین دوره مسابقات استانی و کشوری، با ابراز نگرانی از وضعیت برادرش جواد روحی نوشت: بارها گفتم و خواهم گفت، هر جا برنده بودم حاضرم ببازم، می دانم طعمه ای، اما صبوری و استقامتت برای من بیش از پهلوانی و قهرمانی ستودنی است. جواد روحی از بازداشت شدگان خیزش انقلابی ایرانیان به اتهام محاربه، افساد فی الارض و ارتداد به 3 بار اعدام محکوم شده است. اخیراً ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که روحی را در حال رقص در تجمعی در نوشهر استان مازندران نشان می‌دهد. به گفته وکیل او در دادگاه، جواد روحی به دلیل بیماری اعصاب و روان و بیکاری از همسرش جدا شده، به نوشهر رفته بوده تا همسر سابقش را ببیند و او را راضی به بازگشت کند و چون پول نداشته چند روز در نوشهر در خیابان خوابیده. در حکم دادگاه به کشته شدن 5 نفر در همان روز حضور روحی در نوشهر اشاره شده که البته تمامی 5 فرد کشته شده به دست نیروهای امنیتی و سرکوب جانشان را از دست دادند و در آن روز هیچ یک از اعضای نیروهای امنیتی کشته نشدند. این خبر ماده 3 حق حیات برای همه و همچنین ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون را نقض می‌کند. سارا خادم‌الشریعه، استاد بزرگ شطرنج ایران در قزاقستان، بدون حجاب مسابقه داد و پس از آن به ایران برنگشت. او همراه با همسر و فرزندش به اسپانیا مهاجرت کرد. خادم پنجمین زن استاد بزرگ شطرنج است که در سال‌های اخیر ایران را ترک می‌کند. تعدادی از آنها پس از بازی بدون حجاب در مسابقات بین‌المللی به خارج از کشور رفتند. با این حال، خروج خادم همزمان با جنبش اعتراضی ایرانیان انجام شد. کاری که خادم و شریعه انجام داد در بیشتر کشورها سیاسی تلقی نمی‌شود، اما در ایران همه چیز سیاسی است. این خبر ماده 22 و 23 حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی و کار را نقض می‌کند. حامد قشقایی، کوهنورد، سنگنورد، غارنورد و دبیر پیشین کمیته هیمالیا نوردی استان فارس که سابقه صعود به قله داولاگیری در رشته کوههای هیمالیا را در کارنامه خود دارد، در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته و اجازه گرفتن وکیل را نیز ندارد و پرونده‌اش در بلاتکلیفی به سر می‌برد. اتهامات او هنوز مشخص نیست،
اما به نظر می رسد بازداشت قشقایی به خاطر نوشتن اسم آزادی بر روی کوه دراک شیراز می باشد. ماده این خبر ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا و ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی را نقض می کند. فرزانه توسلی دروازه‌بان تیم ملی فوتسال زنان ایران غایب بزرگ تیم ملی در رقابت‌های کافا بود. او از جمله ورزشکارانی است که بارها از خیزش انقلابی مردم ایران حمایت کرده است. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، توسلی ممنوع خروج شده و به همین دلیل به این رقابت‌ها اعزام نشده است. این خبر ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 18 و 19 حق آزادی بیان عقیده را نقض می‌کند. گزارش های پی در پی ورزشکاران ایرانی درباره ضمانت‌نامه های مالی سنگین برای اعزام به مسابقات بین المللی صدای کمیته بین المللی المپیک هم درآورده و رئیس این کمیته در دیدار با رئیس کمیته ملی المپیک با ابراز نگرانی از این وضعیت و همچنین وضعیت زنان ورزشکار ایرانی درخواست گزارش کتبی کرده است. این خبر ماده 13 حق انتخاب محل اقامت و همچنین ماده 30 عدم تفسیر مواد به نفع دولت‌ها را نقض می‌کند. علی کریمی در واکنش به تصاویر تکان دهنده فرهاد میثمی نوشت: عکس‌های فرهاد میثمی تکان دهنده است. تصاویری مشابه جنایت آشویتس نازی‌ها. اینجا اردوگاه مرگ جمهوری اسلامی است. مطمئناً رژیم آخوندی روی نازی‌ها را سفید کرده است. چون با مردم ایران این کار را می‌کند. رژیم آخوندی شرم بشریت است. فرهاد میثمی فعال سیاسی که به دلیل اعتصاب غذا وزنش به شدت کاهش پیدا کرده در نامه از زندان اعلام کرده قصد دارد در 10 روز آینده آبی که می نوشد را تلخ کند تا نشانه از روزگار تلخ تر از زهری باشد که حکومت ایران از جمیع جهات برای همگان ایجاد کرده است. این خبر ماده 21 حق دموکراسی و همچنین ماده 29 حق دنیای آزاد و زیبا برای همه را نقض می‌کند. ممنون که به این صحبت‌های من گوش کردیم. فقط یه چیز رو عنوان کنم، حالا آمار و ارقام مربوط به بهمن ماه هست و خب حالا توی این یک ماه ممکنه یه سری آمار و ارقام اضافه شده باشه یا یه سری چیزا تغییر کرده باشه و از دوستان تقاضا دارم که حالا سایت کانون رو و همچنین حالا سایت های تخصصی کمیته و برای اخبار ورزشی اخبار نقض رو از سایت کمیته ورزش میتونن حتما دنبال کنن. من مایک رو رها میکنم و تشکر از شما. ممنون از شما خانم رهایی. همونطور که شما فرمودید بخش خیلی کوچکی از اخبار نقض بود که میشد تو این فاصله تو این مدت کم عنوان کرد و همونطور که شما فرمودین اخبار نقد رو عزیزان میتونن از وبسایت کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشگاه و یا وبسایت کانون پیگیری کنن. دعوت میکنم از آقای لطفی سخنران بعدیمون که موضوع سخنرانیشون هست بررسی ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی. آقای لطفی میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. بسیار از شما ممنون و متشکر. هر کس میتونه بدون هیچ تمایز خصوصا از حیث رنگ، جنس، نژاد، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگه و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت یا هر موقعیت دیگه از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده بهره‌مند باشه. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری، قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور مستقل یا تحت قیومیت یا خود مختار بوده و یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد. ماده اول بر دو اصل اساسی استوار بود که آنها عبارتند از آزادی و برابری در این برابری. اما در این ماده این دو اصل را برای تمام در همون ماده یک این دو اصل را برای تمامی انسان‌ها یکسان دانسته و هر عاملی را که موجب نابرابری و عدم آزادی بشه محکوم می‌کنه. این ماده
میگه تمام انسان ها از حیث برابری آزادی هیچ تفاوتی ندارند و عوامل تفاوت میان آنها از جمله مذهب، جنس، قومیت و غیره نمیتونه اونها را از انسان بگیره یا بر کسی بیشتر کنه. حال به بررسی بخش های مختلف این ماده میپردازیم. یک، رنگ. رنگ پوست انسان ها شماره یک، رنگ پوسته. رنگ پوست انسان ها در زمان های قدیم موجب برتری انسان هایی بر انسان های دیگه می شده و آزادی اونها رو می گرفت و بعضی ها رو بر بعضی دیگر برتر می کرده. بهترین مثال آن سفید پوستان در قبال سیاه پوستان بودن که سالیان درازی انسان هایی به خاطر اینکه رنگ پوستشان سیاه بود برده بودند، تحقیر می شدن و مورد ظلم واقع شده و ستم های بسیاری بر آنها تحمیل می شد و چه رنج ها که نکشیدند. ولی رفته رفته انسان‌های آزاده یافت شدند که گفتند عامل برتری نمی‌تواند پوست انسان باشد و انسان را بر انسان دیگر تواناتر و بهتر کند و بر او سرور باشد. در نتیجه اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز رنگ پوست را عاملی برای تبعیض حقوقی و نابرابری و عدم آزادی نمی‌داند و آن را در تمامی متن‌هایی که در باب حقوق بشر نوشته شده گنجانده است. دوم، یکی دیگه از عوامل دیگه که باعث تضییع حقوق افراد میشد و آزادی و برابری را از اونها میگرفت جنس بود. زنان در طول تاریخ به مانند حیوان بودند. ببخشید وقتی دور از جون بانوان عزیز. و اصلا حقی برای آنها متصور نمیشد. اونها را فقط برای لذت مرد و بقای نسل آدمیان مفید میدونستند و ذره ارزش نداشتند. و در تمامی فرهنگ ها نیز این گونه بود. تا همین اواخر رشد مدرنیته در جهان به انسان‌ها فهمان که فرقی بین زن و مرد از حیث آزادی و برابری حقوق نیست و آنها نیز به مانند مردان دارای همان حقوقی هستند که برای نوع بشر آمده و ذاتی و فطری می باشد. مثلا تا الان اگر مردان آموزش می دیدن، امروز زنان نیز حق آموزش و خواندن و نوشتن دارند و نمی توان آن را از زنان دریغ کرد. دیگر عامل برتری که در دوران مدرن بیشترین ضربه را نیز وارد کرده نژاده. انسان‌هایی به گمان اینکه دارای نژاد خاصی هستند، مثلا آریایی یا عرب یا غیره، بر خود حق می‌دهند که انسان‌های دیگر را تحقیر، مورد ظلم و ستم قرار داده و حتی از روی زمین بردارند. با فاجعه جهانی دوم انسان‌ها دریافتند که هیچ نژادی بر نژاد دیگر برتری ندارد. و از حیث آزادی و برابری و حقوق انسانی همه در یک مرتبه اند و برتری نژادی معنایی ندارد. گزینه چهارم، یکی دیگر از عواملی که بیشترین آسیب را به انسانها در طول تاریخ زده برتری مذهب بوده. برتری مذهب مسیحیت چه فاجعه ها که نیاورد و حتی در داخل خود مسیحیت بین کاتولیک ها و پروتستان ها جنگ های بزرگی در انگلستان بر سر برتری مذهب شد و همانطور که در دیگر نقاط جهان اتفاق افتاد. و همین علت پس از سالها انسان ها به این نتیجه رسیدند که برتری ادیانی جز جنگ و خونریزی چیزی به همراه ندارد. بنابراین پذیرفتند که انسان ها بر اساس مذهبشان نمیتونند بر دیگران برتری داشته باشند و هر کس با هر دین و مذهبی دارای آزادی و برابری با دیگر انسان هاست و دارای تمامی حقوق انسانی می باشد. مورد بعدی، عقاید سیاسی انسان‌ها نیز عامل تبعیض نیست و این را در طول تاریخ انسان‌ها آزموده و به همان نتایج قبل رسیدند. به طور مثال کمونیست‌ها عقاید سیاسی دیگران را نمی‌پذیرفتند و چه فجایعی در شوروی رقم خورد و چه ضربه‌هایی که انسان‌ها متحمل شدند. بنابراین پس از سال‌ها فهمیدند که عقیده سیاسی هر فردی محترم است و عامل نابرابری و تبعیض نمیتواند شود و نمیتوان به خاطر عقیده سیاسی کسی او را از حقوق انسانی محروم کند. البته تأکید میکنیم که در تمامی موارد بالا و مواردی که خواهد آمد لزوما در دنیا تمام و کمال اتفاق نمیفته و درست انجام نمیشه، بلکه نقصهای بسیار زیادی هم وجود داره. منظور فقط اینه که اعلامیه بشر چی میخواد بگه و در بیان چه چیزیه. مورد بعدی، سایر عقایده مانند عقاید اقتصادی یا علمی یا
مثال های دیگه. به طور مثال عقیده درباره چگونگی گردش زمین باعث اون شد که گروهی بر خود حق دهند که عقیده مخالف اونها به گالیله بود را از حقوقش محروم و اون رو آزار و اذیت کنند. در کل باید بگیم هیچ عقیده‌ای موجب برتری کسی بر کسی نیست و انسان با هر عقیده‌ای آزاد و برابر با تمامی انسان‌ها و برخوردار از تمامی حقوق انسانیه. مورد بعدی ملیت. انسان‌هایی در طول تاریخ بودند که بر اساس ملیت خود را بر دیگر انسان‌ها برتر می‌دانستند. باعث فجایعی در دنیا شدند. چه افراد بسیاری که مهاجرت کردند و ظلم‌های بسیار دیدند. مثلا در کره که هم زبان هم مذهب و هم نژاد بودند، وقتی به دو ملیت کره شمالی و جنوبی تقسیم شدند، باعث شد اون خانواده‌های زیادی از هم جدا بشند و هم دیگر رو دیگر نبینند. مورد بعدی وضع اجتماعیه. به این معنا که از وضع اجتماعی خاصی یا طبقه اجتماعی خاصی هر انسانی باشه فرق نمی کنه و تمامی حقوق انسانی رو داره. مثلا کسی که از طبقه تهیدستان بود نباید از حقوق آزادیش محروم بشه، یا از کسی که وضع مالیش بهتره نباید حقوق آزادی بیشتری برخوردار باشه. در طول تاریخ بسیار از این موارد در تمامی فرهنگ ها سنن وجود داشته و با مطالعه کمی از تاریخ میشه به بسیاری از اونها برخورد. مورد بعدی ثروته که به نوعی در بالا در موردش صحبت شد. مورد بعدی تولد شخصه. تولد شخصی در منطقه ای یا سرزمینی یا جایی دوردست و مثلا بدون دولت نیز نباید او را از حقوق و آزادی های انسانی محروم کنه. مورد بعدی هر موقعیت دیگری چه از لحاظ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی عامل تبعیض و نابرابری نخواهد شد. پس نتیجه میگیریم هیچ عاملی باعث تبعیض انسانی بر انسان دیگر نمی شود و باید حقوق او را به رسمیت شناخت و آزادی و برابری او را در نظر گرفت. حال با توجه به شناخت دقیق در این ماده اون رو با قانون اساسی مقایسه میکنیم. تنها در چند اصل در قانون اساسی در مورد تبعیض و انواع اون سخن گفته شده. در فصل اول اصل 3 بند 9 گفته شده رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. در اصل 12 صحبت از دین رسمی شیعه اثناعشری در کشور میشه و عنوان میکنه مذاهب دیگر اسلامی، اهم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، زیدی، دارای احترام و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند. و در اصل 13 در باب آزادی پیروان سایر ادیان عنوان میشه ایرانیان زرتشتی، کلمی، مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته میشوند که آزادند به اجرای برنامه‌های دینیشان. در همین دو اصل یک تبعیض و نقض فاحش وجود دارد، جدا از این که کلن این دو اصل فقط نمادین هستند و هیچ استفاده از آنها نمی‌شود. در اصل 12 گفته شده پیروان مذاهب و در اصل 13 گفته شده اقلیت‌های دینی. مذهب اسلام و اقلیت دینی زرتشتی، کلمی و مسیحی، که این به نوبه خود جای بحث و تأمل دارد. در اصل 19 هم مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. در اصل 20 هم همه افراد ملت اهم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. همان گونه که دیدیم از کل 11 مورد انواع تبعیض در ماده دوم اعلامیه در همین چند اصل و به طور کلی به آن پرداخته شده که همین چند مورد هم متاسفانه رعایت نمی شود و همه روزه شاهد موارد متعدد نقض و تبعیض در تمامی بخش های این ماده هستیم. عدم حقوق برابر بین زن و مرد، پایمال نمودن حقوق پیروان سایر ادیان و عدم برابری آنها، مجازات های سنگین برای همجنسگرایان، اعدام، شکنجه و بسیاری از مواردی که نقض فاحش اعلامیه جهانی حقوق بشر را در پی دارد، همه و همه دستاورد نظام دیکتاتوری ولایی است
که خوشبختانه امروز بر همگان در سراسر جهان روشن شده است. البته اگر بخوام ببینم در کل این مواردی که گفته شد در 11 بخش از ماده 2 در تمام زمینه هاش امروز ما به طور وضوح داریم میبینیم که چه اتفاقاتی تو بحث نقض حقوق بشری داره صورت میگیره و همینطور توی اصول 4 اصل و 4 اصلی که خودشون به عنوان اصل قانون اساسی عنوان کردن هم متاسفانه میگه بر همگان روشنه که چه نقصهایی صورت گرفته. ممنون از شما. اگر نقطه نظر پیشنهادی عزیزان دارن خوشحال میشم بشنویم. ممنون از شما آقای لطفی از اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 2ش رو برای ما باز کردید به قول معروف و عنوان کردید با مثالهای مختلف. خیلی ممنونیم از شما از گزارش خوبتون. دوستان اگر نظری در این رابطه دارن لطفا بفرمایید، اگر نه بریم بخش بعدی که بخش سخنرانی خانم طیبه نجاتیان با موضوع فساد سپاه در فوتبال است. خانم نجاتیان من شما رو بله میکروفون در اختیار شماست. ممنون از شما، وقت همگی بخیر. ورزش و سیاست، رابطه بین ورزش و سیاست یکی از با دوام ترین مثال های تلاش جامعه برای ورزش است. یونانیان قدیم برای وضعیت جسمانی شهروندان خود برای جنگ ها و برتری بر دیگر شهرها استفاده می کردن. در طول دوره‌ای اول حکومت رومیان ورزش برای بهبود وضعیت جسمانی نظامی استفاده می شد. در سالهای بعد رؤوس قدرت از ورزش و وقایع ورزشی برای سرگرمی و در نتیجه کنترل افراد استفاده می کردن. با اینکه اهمیت ورزش از زمانی به زمان دیگر تغییر یافته است، هنوز هم این مسئله واضح است که توجهات سیاسی در تصمیم گیری ها مؤثره. سیاست مکانیزمی است که در آن روابط بین گروه های افراد و جامعه برای کنترل قدرت تنظیم می شود. معمولاً ورزش برای وحدت و ایجاد آرامش که مفهومی ایدئال در ملت است به کار گرفته می شود. در واقعیت در دوره‌ای که افت و خیز زیادی در رژیم حاکم وجود داشته باشد، ورزش به عنوان ابزاری تبلیغاتی استفاده می شود و به طور ادامه دار بر ویژگی سیاسی می افزاید. در کتاب فوتبال علیه دشمن، کوپر می نویسد در حمله آلمان به کیف، آلمانی ها مسابقه را در برابر دینامو ترتیب دادند. هواداران همگی سربازان نازیم بودند و با مسلسل تماشا میکردن. وقتی اوکراینی ها جلو افتادن، سربازان شروع به شلیک به پای بازیکنان حریف کردند. با وجود افتادن چند بازیکن، دینامو توانست پیروز شود. پس از سوت پایان، تمام بازیکنان اعدام شده. فوتبال هیچ وقت یک بازی معمولی نبوده. فوتبال ایران نیز از این امر مستثنا نیست. فساد سپاه در فوتبال ایران از ترور مخالفان حکومت ایران تا مدیر فوتبالی. فساد سپاه در نظام ولایت فقیه امری بدیهی است. دخالت سپاه در فوتبال، دستگیری ها تا نقش فعال دیپلمات تروریست‌های حکومتی ایران در نقش مدیر فوتبال. سال هاست که نام سپاه با پرونده های فساد در فوتبال ایران گره خورده است. مدیر عامل باشگاه، ریاست هیئت فوتبال، خرید و فروش تیم‌ها تا حذف و دستگیری ورزشکاران از تیم‌های باشگاهی و تیم ملی. این دخالت‌ها از دهه 70 در صحنه فوتبال ایران شروع شد و روز به روز بر توابع آن افزوده شد. شاید اولین فردی که از سپاه وارد صحنه فوتبال ایران شد، اکبر غمخوار بود. به دنبال او بسیاری دیگر از این ارگان نظام این راه را پیش گرفتند. محمد رویانیان، لطف‌الله فروزنده دهکلی، ناصر شهسواری، حسن تهرانی مقدم،
مصطفی آجرلو، کلیم ملاحی، احمد شهریاری، علی صارحی، هاشم قیاسی راد، ناصر شفق، مصطفی بنی اسد، محمد حسین جعفری، جعفر جعفری و الاخر تا مهدی تاج، از جمله این افراد. حکومت ایران به روشنی ورزش را و به طور اخص فوتبال را موضوع امنیتی می داند و در تمامی ارکان آن نفوذ و دخالت دارد. پیشتر محمد حسین قریب، مدیر عامل اسبق تیم استقلال، در پاسخ به سؤالی در یک برنامه تلویزیونی درباره ربط حوزه تحصیلات او یعنی امنیت استراتژیک و فوتبال گفته بود: تعجب نکنید، ارتباط دارد، فوتبال نیز مقوله امنیتی به حساب می آید. پیش از آن و در سال 1391 علی اکبر پورجمشیدیان، فرمانده سپاه آشورای آذربایجان، به صراحت اعلام کرده بود یکی از شاخه های فعالیت سپاه پاسداران مسائل فرهنگی است و آنجایی که نیاز احساس شود سپاه وارد شده و تأثیرات مثبت خود را نمایانگر ساخته است، که مصداق آن تیم تراکتورسازی تبریز بود. اما در سالهای اخیر دخالت‌ها و فساد سپاه در فوتبال ایران به حدی رسیده است که برای جامعه ورزشی ایران نیز غیر قابل قبول گشته است و هر از چند گاهی اخبار مربوط به اعتراضات بر سر این دخالت‌ها و پرونده‌های فساد سپاه در عرصه فوتبال ایران رسانه‌ای می‌شود. بهار 98 این اعتراضات راه به یک افشاگری بود که عمق نفوذ و فساد سپاه در فوتبال ایران را هویدا ساخت. ماجرا از اختلاف بر سر مربیگری تیم سایپا شروع شد، آنجا که علی دایی به دستور اطلاعات سپاه از این تیم اخراج شد. نام مصطفی مدبر از سپاه در این ماجرا علنی شد. علی دایی در این زمان افشا کرد که کسی که به عنوان مصطفی مدبر به عنوان مدیر عامل سایپا معرفی می شود همان غفور درجزی دولت است که پیش از آن حراست صدا و سیمای نظام یعنی ارگان سانسور و سرکوب این نهاد را بر عهده داشته است. اما ماجرا به همینجا ختم نشد. در افشاگری‌های بعدی مشخص شد غفور درجزی دولت که اکنون به عنوان مصطفی مدبر رونمایی شده است، فردی است که در دهه 70 با نام امیر منصور برزگیان اصل به عنوان عضو نیروی تروریستی قدس سپاه حکومت در سال 68 در ترور عبدالرحمن قاسمرو، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، و در ابتدای دهه 80 در روم در ترور محمد حسین نقدی، عضو برجسته شورای ملی مقاومت ایران که به عنوان آلترناتیو حکومت کنونی ایران شناخته می شود، مستقیما نقش داشته است. طبق مستندات دادگاه روم، امیر منصور برزگیان اصل یا همان غفور درجزی دولت که اکنون با نام مصطفی مدبر در فوتبال ایران دخالت می کند، فردی بوده که با مسلسل نقدی را به رگبار بسته بود. مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش کنونی نظام، نیز از دوستان و همکاران غفور درجزی دولت در دهه 70 و عضو وزارت اطلاعات نظام بوده که در حال حاضر پشتیبان جدی وی می باشد. اما شاید جدیدترین فساد یا دخالت سپاه در فوتبال ایران به پرونده مارک ویلموتس، سرمربی بلژیکی تیم ملی نظام، برگردد. در ابتدای سال 2019 میلادی و پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، این حکومت و در رأس آن سپاه در پی آن بودند که نشان دهند این تحریم‌ها تأثیری بر اقتصاد نظام ایران ندارد. متعاقباً ویلموتس به وسیله مهدی تاج که خود از سپاه نظام برآمده، برای نادیده انگاشتن تحریم‌ها برای سرمربیگری تیم ملی فوتبال به تهران فراخوانده شد و ایران را کشوری امن و پیشرفته توصیف کرد که به رغم تحریم‌ها اقتصاد خیش را حفظ کرده است. اما این مانور چند ماه بیشتر تمام نیاورد و ماجرای دستمزد وی از حکومت ایران و جعل ایمیل وی توسط سپاه به یک رسوایی و پرونده فساد دیگر سپاه در فوتبال نظام مبدل گشت. امری که نهایت به جریمه 7 میلیون دلاری فوتبال نظام توسط فیفا منجر شد.
افشای قرارداد نامرسومی که میان باشگاه استقلال در دوران مدیریت سردار پارسدار مصطفی آجرلو با کاوه رضایی بسته شده بود، برگ دیگری به فسادهای مالی مدیرانی که از نهادهای نظامی و امنیتی وارد ورزش کشور شدند را به کتاب مفاسد این مدیران در ورزش ایران افزود. قراردادی بی سابقه که برخی رسانه‌های ایران به آن پرداختند و برخی دیگر به تناسب مدیران میزان ارتباطی که با برخی اعضای خانواده سردار آجرلو دارند از کنارش گذشتند. ابعاد قرارداد سردار آجرلو عجیب مردم ایران با یک بازیکن فوتبال. قرارداد عجیب کاوه رضایی با باشگاه استقلال که در این قرارداد سردار پاسدار مصطفی آجرلو حق مسکن 4,500,000,000 تومانی و 2,500,000,000 تومانی پول پاداش برای رضایت مدیر عامل را در قرارداد گنجانیده بود. بندی که تاکنون در قرارداد هیچ بازیکنی دیده نشد و نیز پاداش 20,000 دلاری معادل مبلغ 1,000,000 تومانی که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران برای پیروزی تیم فوتبال مقابل ولز در جام جهانی به خودش داده بود. مهدی تاج بعد از پیروزی تیم فوتبال مقابل ولز به خودش، محمد رضا ساکت، احمد رضا براتی، طهمورث حیدری، احسان سولتی، میرشاد ماجدی، منصور قنبرزاده، مهدی محمد نبی، بهرام رضاییان و خداداد افشاریان نفری 20,000 دلار پاداش داد. اعضای هیئت مدیره در مجموع 200,000 دلار برای یک پیروزی فاقد ارزش در جام جهانی و 2 شکست مقابل انگلیس و آمریکا پاداش گرفتند. مافیا در تمامی صحنه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و غیره در ایران بسیار به چشم می‌خورد. نمی‌توان یافت که از سلطه غارتگری و فساد آخوندها هیچ چیز در امان مانده باشد. یکی از این زمین‌هایی که فساد رژیم به عنوان به عیان در آن دیده می‌شود، ورزش و به طور خاص فوتبال، بازی محبوب ایران است. این رژیم همچون اکتاپوسی بر فوتبال ایران چنگ انداخته و تمامی انرژی نهفته در جامعه را برای رقابت سالم در ورزش و ورزشگاه‌ها را به سیاه چاله فساد و تباهی کشانده، تا جایی که حتی کارگزاران رژیم به این فساد اعتراف کردند و گفتند که وجود فساد در بخش‌های زیادی از فوتبال غیر قابل انکار است. عامل اصلی فساد در فوتبال سپاه پاسداران است که تمامی خط و خطوط و راهنمایی‌هایش را از خامنه‌ای دریافت می‌کند. سپاه پاسداران و بسیج ضد مردمی در باشگاه‌های ورزشی، هیئت مدیره باشگاه‌ها، فوتبال به ویژه فوتبال برتر کشور حضوری فعال دارند و تمامی تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها را بر عهده دارند. خامنه ای طبق طرح و برنامه سرکوبگرانه رژیم تیم‌های فوتبال را طی پروسه‌ای تحت کنترل سپاه برد تا به خیال خود امکان حرکت‌های اعتراضی که در ورزشگاه‌ها و تماشاگران زمینه مناسبی برای بروز آنهاست کنترل کند. این روزها به هر گوشه فوتبال ایران و باشگاه آن که نگاه کنید، نامی از سرکردگان و سرداران سپاه و بسیج را می‌بینید. آنها یا مدیر عامل باشگاه‌های ورزشی و فوتبال هستند و یا ریاست هیئت‌های فوتبال استان‌ها را بر عهده دارند و یا در حال خرید و فروش تیم‌های فوتبال می‌باشند. به عنوان مثال، تیم تراکتورسازی تبریز که یکی از تیم‌های قدیمی فوتبال ایران است، تا سال 97 مستقیماً توسط سپاه آذربایجان شرقی کنترل می‌شد. سپاه طبق قانون فدراسیون فوتبال ایران در هماهنگی با سازمان نیروهای مسلح طرح سرباز فوتبالیست را اجرا کرد، به این معنی که هر بازیکنی که به سن سربازی می رسید به انتخاب سپاه باید 2 سال برای آن تیم تقریبا مجانی بازی کند. با این روش چپاولگرانه مدیریت تیم با سود بردن از بازیکنان مفت و مجانی
هرچه بیشتر تیم را از کیفیت لازم پایین آورده و محبوبیت خود را در میان دوستداران این تیم پایین آورد و هفته به هفته سکوهای ورزشگاه ها خالی و خالی تر شد. سپاه همچنین برای کنترل بر اعتراضات اجتماعی با دامن زدن به شعارهای تفرقه افکن علیه فارس ها و شعارهای نظیر خلیج عربی سعی در پیشبرد افراد اهداف پلید غارتگرانه خود داشت، اما به دلیل افتضاحات افشا شده توسط مردم دلیل آذربایجان مجبور به کنارگیری شد. اما جوانان و ورزشکاران دلیر و به پا خواسته در عرصه ورزشی کشور نیز مانند سایر عرصه‌ها فضای قیام و تنین فریادهای مرگ بر دیکتاتور را به میادین و استادیوم‌های ورزشی برده و با اتحاد و اعتراض علیه محدودیت‌ها و تبعیض‌های ارتجاعی به ویژه علیه زنان میهنمان و علیه همبدنان آذری و عرب به چالش کشیدند. فساد در یک عمل انجام شده با هدف دریافت سود و مزایای شخصی است که هیچ گونه همخوانی و ارتباطی با وظیفه اصلی و حقوق افراد در سازمان‌ها ندارد و به نوعی پایمال شدن حق دیگران است و برخی صاحب نظران فساد را استفاده از قدرت شخصی در سازمان در جهت کسب منافع نامشروع تعریف می‌کنند. جهانی شدن صنعت ورزش منجر به ایجاد یک فرایند تجاری به وسیله درآمدهای نهفته برای سهامداران، حامیان مالی، مسئولان دولتی یا سیاسیون و ورزشکاران شده است. این درآمد نهفته منجر به این شده که بسیاری از ورزشکاران و مسئولان به منظور کسب سود و منفعت بیشتر دچار ارتکاب فساد شوند. فساد در ورزش به ویژه ورزش حرفه‌ای به یکی از مشکلات ورزش تبدیل شده است. رشوه به مقامات، تبانی با شرکت کنندگان در مسابقه، عوامل مختلفی که در شکل‌گیری فساد در ورزش‌های حرفه‌ای ایران نقش دارند، شامل ضعف مدیریتی، بی‌عدالتی سازمانی، فساد سیستمی، عوامل ساختاری، عوامل سازمانی، سیاست‌های سازمانی، منفعت و سود، نبودن نظارت، منفعت طلبی، کمرنگ شدن اعتقادات و ماهیت فساد می باشند. یکی از مهمترین این عوامل عدم شایسته سالاری در انتخاب مدیران، ابهام در انتصابات مدیریت، عدم ثبات مدیریتی، نتیجه گرا بودن مدیران، وجود مدیران غیر ورزشی، عدم استقلال کاری، عدم مسئولیت پذیری، چند شغله بودن مدیران، تفویض اختیاری خارج از مسئولیت، آشنا نبودن با قوانین و مقررات، نبود چشم‌اندازها و عدم برنامه‌ریزی از مهمترین نشانهای ضعف مدیریتی است. فساد مالی شامل عدم صداقت و پاکدستی مدیران، ابهام در صورت‌های مالی، نبود سیستم ارزشیابی و نرخ‌گذاری بازیکنان، عدم تفکیک بازرس قانونی از حسابرس، کمبود آیین‌نامه‌های مالی، عدم شفافیت مالی و قراردادهای جعلی است. به گفته پژوهشگران در سال‌های اخیر شاهد کشف و آشکارسازی موارد متعددی از فساد مالی کلان در ورزش حرفه‌ای کشور بوده‌ایم. از طرف دیگر نیز جایگاه ورزش کشور در شاخص‌های منتشر شده توسط سازمان شفافیت بین‌المللی مطلوب نیست. به نظر می‌رسد عدم توجه به ریشه‌های بروز فساد در ورزش و عدم تدوین راهکارهای مناسب برای تضعیف یا محدود کردن این ریشه‌ها از دلایل عدم کسب نتیجه مطلوب در مبارزه با فساد مالی است. نظارت و کنترل راهبردهای حقوقی، کنترل مالی تیم‌های حرفه‌ای، پرداخت به موقع حق و حقوق، احراز شرایط حرفه‌ای مدیران و مربیان، حذف دلالان در ورزش، ترویج بازی جوانمردانه، گسترش بستر رقابت طلبی، از بین بردن روابط خارج از عرف، تشکیل بنگاه‌های اقتصادی در ورزش به عنوان راهبردهای مقابله با فساد در ورزش حرفه‌ای عنوان شده است و نیز استفاده از تجارب کشورهای دیگر در مبارزه با فساد در ورزش. برخورد قضایی با مافیا و دلالان ورزشی، برخورد جدی با صاحبان سایت‌های شرط‌بندی، توجه به تیم‌های پایه، کاهش تهدیدات سازمانی و برون‌سازی کانال
قانونی برای فروش و خرید بازیکن، جلوگیری از قدرت طلبی مدیران را نیز می توان به عنوان راهکارهایی برای مقابله با فساد در ورزش حرفه‌ای دانست. می توان از آن داشت که فساد یک پدیده ناهنجار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که امروزه گریبانگیر ورزش شده است. فساد می تواند به شکل‌های مختلف کل سیستم ورزش را نابود کند. فساد در ورزش را می توان به هر نوع ناهنجاری در ورزش که طبق قانون ممنوع است تعریف کرد. مفاسد ورزشی را می توان به دو دسته تقسیم نمود. دسته اول مربوط به رقابت است که به موجب آن ارائه دهنده و دریافت کننده رشوه می توانند ورزشکاران، مسئولین ورزشی و غیر ورزشکاران مانند داوران باشند. دسته دوم مربوط به فساد مربوط به انجمنهای ورزشی و مسئولان در زمینه محل برگزاری میزبان مسابقات مهم، تخصیص حقوق یا نامزدی در سمت‌ها و غیره باشد. مهمترین مصادیق فساد در ورزش را تبانی در نتیجه بازی، دوپینگ، رشوه‌خواری، جهت کسب میزبانی رویدادهای بزرگ و شهربندی بیان نمود. با توجه به اینکه در ایران کمتر پژوهشی به فساد در ورزش پرداخته و اکثر پژوهش‌های انجام شده در زمینه فساد در صنعت فوتبال ایران بوده و تعداد اندک این پژوهش‌ها موجب شده به رفع مشکل فساد کمک چندانی نشود، می توان گفت عدم نبود الگو و مدلی مناسب در این زمینه می تواند صدمات جمهورناپذیری برای ورزش حرفه ایران در پی داشته باشد. ممنون از شما خانم نجاتیان عزیز، ممنون از سخنرانی خوبتون. دوستان اگر نظری در این باره دارن لطفاً اعلام بفرمایید، اگر نه که بریم به بخش پایانی و بحث آزادمون. بله، بحث آزاد این برنامه هش حق امنیت شغلی و در واقع پناهندگی ورزشکاران رو دوستان در نظر گرفتن برای بحث آزاد. همونطور که میدونید ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به این موضوع اشاره کرده صراحتاً که حق امنیت شغلی جز حقوق هر شهروندی هست که باید رعایت بشه، که متاسفانه در ایران، یعنی در ایران جمهوری اسلامی، هیچ یک از افراد شاغل در هر سمتی که باشن همچین حقی رو نداره. یعنی امنیت شغلی در جمهوری اسلامی ایران وجود نداره، حالا در هر سمتی که باشه، کارگر، معلم، پزشک، پرستار و غیره، حتی کشاورزان. ورزشکارانمون هم از این قاعده مستثنا نیستن. همونطور که میدونید خب ورزشکاران حرفه‌ای البته این رشته رو به عنوان حرفه خودشون از این موضوع کسب درآمد میکنن و بنابراین باید یک امنیت شغلی داشته باشن، بیمه داشته باشن، برای چون عمر حرفه‌ای یک ورزشکار خیلی کوتاهه و مصدومیت و غیره وجود داره، باید تامین بشه برای آیندهشون، که متاسفانه در جمهوری اسلامی همچین چیزی وجود نداره به غیر از یکی دو رشته ورزشی که اون الان خانم نجاتیان هم سخنرانیشون اعلام کردن این موضوع رو. اونم با فساد گسترده سپاه مواجه است. باقی ورزش کشورمون متاسفانه اوضاع احوال خوبی نداره. بنابراین واسه همین هم است که خیلی از ورزشکاران حرفه‌ایمون که واقعا سرمایه های ملی کشور هستن از کشور مهاجرت میکنن و این سرمایه رو دو دستی تقدیم کشورهای دیگه میکنن. به همین سادگی. نمونش خانم علیزاده که اولین دارنده مدال المپیک در قسمت زنان بودن، ایشون به همین با همه محدودیت هایی که جمهوری اسلامی براشون ایجاد کرده بود با همه این سختی ها مبارزه کردن و اومدن مدال آوری کردن، افتخار آفرین کردن برای کشور، ولی در نهایت مجبور شدن که کشور رو ترک کنن. خانم و ورزشکاران دیگه، خانم پورکاشیان، خانم الان خانم رهایی هم اعلام کردم اسمشون متاسفانه فراموش کردم، آقای اسمشون من متاسفانه فراموش کردم، معذرت میخوام، ولی ورزشکاران حرفه‌ای خیلی زیادی داشتیم که متاسفانه سرمایه کشور
از کشور خارج شدن و بنا به دلایلی حالا با پرچم کشورهای دیگه مسابقه میدن. از دوستان تقاضا میکنم در این زمینه اگر ممکنه بحث رو آغاز کنیم که اصلا چطور میشه که سرمایه کشور، سرمایه ملی کشور که ورزشکارانش میتونن باشن، به این سادگی از کف میدیم ما. خانم رهایی بفرمایید. تشکر آقای شایگان. همونطور که حالا هم شما گفتین هم خانم نجاتیان هم اعلام کردن، متاسفانه امنیت شغلی، حالا اگه بخوایم تو بحث و حیطه ورزشکاران رو حالا یه نگاه اختصاصی بهش داشته باشیم، متاسفانه حالا ورزشکاران حرفه‌ای به خصوص که این شغلشون هست و یه امنیت شغلی باید داشته باشن، تا زمانی میتونن، یعنی این امنیت رو دارن که طبق خواسته های حکومت جمهوری اسلامی پیش برن، یعنی از نظر سیاسی، مذهبی و اون فشارهایی که روشون هست، تا زمانی که اونا رو مطیع باشن یه جورایی و حالا میشه بگی فرمان بردار رژیم باشن، این امنیت رو دارن و از همه نظر تامین میشن. ولی توی مخصوصا این جنبش اعتراضی ما به وضوح دیدیم که ورزشکارانی که حالا چه حرفه‌ای چه حتی سطح‌های غیر حرفه‌ای طرف مردم ایستادن، یعنی طرف حق وایستادن و از مردم دفاع کردن و از جنبش دفاع کردن و حکومت رو محکوم کردن که این قتل‌ها و این جنایاتی که داره انجام میده رو یه جورایی حالا یا سربنیز شدن یا تحت تعقیب قرار گرفتن، مثل وریا غفوری که اصلا کلن کنار گذاشته شد از ورزش حرفه‌ای که یه جورایی از این راه درآمدش بود، زندگی میکرد. علی دایی رو داشتیم، علی کریمی رو داشتیم و بانوانی که مثل خانم خادم الشریعه که بزرگترین شطرنج با استاد شطرنج کشور بودن، یعنی تازه حرفی هم نزدن، فقط بدون حجاب، بدون حجاب توی مسابقات شرکت کردن و اینها دیگه اجازه ندارن. الناز رکابی رو داشتیم توی این محدوده از شهریور، تا الان خیلی اسامی هست که حالا همشون رو من حضور ذهن ندارم، اگه بخوایم تک تکشون رو اسم بریم، یعنی سرنوشت الناز رکابی رو دیگه هیچ کسی خبر نداره، اون تحت فشار یه جورایی مثل حصر خونگی شد و حالا اخبارهای زد و نقیزی که میاد یا اون چیزایی که درز میکنه خونهاش رو خراب کردن یا حصر خونگی، اجازه چیزی بهش ندادن و برادرش رو زندان کردن، همه اینا رو داریم. یعنی امنیت شغلی اگه تو حیطه ورزش بخوایم چیز کنیم، تا زمانی اتفاق میفته که تحت فرمان بردار رژیم باشی، اگه خواسته هاشون رو همون چیزها رو اجرا کنی همه چیز اوکیه، اگه نه که امنیت شغلی متاسفانه نیست. و به خاطر همینه که خیلی از ورزشکاران که حالا واقعا سرمایه های ملی هستن، مجبور یه جورایی مجبور به مهاجرت میشن و زیر پرچم کشورهای دیگه پیروز میشن، مدال میارن و متاسفانه هیچ کدومشون نمیتونن به اسم ایران این کار رو انجام بدن. ممنون از وقتی که در اختیار من بود. ممنون از شما خانم رهایی. البته شما یک اشاره کوچیکی هم کردین که بحث ایدئولوژی دیگه، ایدئولوژی جمهوری اسلامی، یه نمونهش همین عدم رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی هستش که خب ما چقدر تا امروز بخت مدال رو از دست دادیم ورزشکاران رو. یعنی یک ورزشکار یک سال حالا یا چهار سال زحمت بکشه تو المپیک یا مسابقات جهانی شرکت کنه و به خاطر یک مسابقه مجبور میشه که شکست بخوره و تمام اون زحمتش از بین بره. آقای عربی صحبت شما رو بشنویم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان. تمام صحبتهایی که خانم رهایی کردن کاملا درسته، یعنی اگه یک ورزشکاری بخواد توی ایران برخلاف نظام صحبت کنه، برخلاف نظام رفتار کنه، هیچ امنیت شغلی نداره. یکی از مواردش هم میشه اشاره کرد به اینکه بودجه ای که به ورزشکارا به رشته‌های ورزشی میدن، الان تمام بودجه های ورزشی رو برای ایران به فوتبال اختصاص میدن و
ولی خب ممکنه ورزشکارهای دیگه، رشتههای دیگه هم باشن که وقتی بودجه رو داشته باشن بتونن مدال آوری کنن، بتونن خیلی بهتر از فوتبال توی مسابقات جهانی شرکت کنن و همین خودش باعث میشه که اون ورزشکار اون امیدش از دست بده که نتونه خیلی خوب ظاهر بشه تو اون رشته ورزشی که میخواد. یه موارد دیگه هم میشه اشاره کرد به عدم صدور ویزا برای ورزشکاران، که اونم یک سمتش باز جمهوری اسلامیه که اون باعث میشه که این مشکلات برای ورزشکارا پیش بیاد و صدور ویزا براشون صادر نشه و اونا بمونن از مسابقات جهانی و نتونن مدال آوری کنن، و خودش هم باعث میشه که بازم ورزشکار اون حالت دل سرد بشه نسبت به سعی و تلاشی که داره برای کارش میکنه، برای شغلش میکنه، و یه جورای امنیت شغلش رو از دست میده. ممنونم از شما دوستان، مرسی. ممنون از شما آقای عربی عزیز، درست میفرمایید. واقعا خیلی برای مخصوصا برای یک ورزشکار حرفه‌ای خیلی سخته که یک عمر زحمت میکشه با تلاش و کوشش و سختی های فراوان به یه نقطه میرسه که باید ثمرش رو ببینه، یعنی حالا اون قهرمانی در جهان یا المپیک یا حالا هر رویداد ورزشی بین المللی. ولی متاسفانه به دلیل عدم رسیدگی مسئولین، به دلیل عدم به قول معروف ساپورت نکردنشون، اینا متاسفانه از اون رشته باز میمونه، از اون مدال‌آوری باز میمونه و چقدر از نظر روحی خودشون لطمه میخورن. آقای احمدی خواه، شما را هم بشنویم صحبتاتون رو، بفرمایید. درود و وقت بخیر خدمت همکاران عزیز. ببینید وقتی توی یک سازمانی، یک نهادی، حالا فرق نمیکنه هر چیزی که به جمهوری اسلامی ربط داره، یک حراست وجود داره. حراست یعنی چی؟ یعنی ما بیایم یه چارچوبی رو تعیین کنیم، کسایی در اون چارچوب حق دارن باشن که حراست تایید بکنه. یعنی شما حالا میخواین یه کارمند ساده باشید، معلم باشید، ورزشکار، فرق نمیکنه، باید تو اون چارچوب باشید. در نتیجه ایدئولوژی حاکمه و فقط کسایی ارزش دارن که تو اون چارچوب هست. حالا این وسط اگر یک آقایی مثل آقای رویا غفوری یا آقای علی کریمی میاد در چارچوب خارج میشه، مهم نیست چه محبوبیتی داره یا چه حرفی زده، حالا درست غلط حرف که 100% مشخص حرف خوب میاد، دارن از حق و حقوق ملت دفاع میکنن، چیزی بذار خودشون که نخواستن. انشاءالله تا جایی که داشته باشه علی کریمی خدا شکر پول داره، محبوبیت داره، پس دنبال محبوبیت و پول نبود. یا آقای بوریا غفوری بنده خودش تمکن مالی داره، نه اومدن برای حرف مردم، واسه مشکلات مردم چیزی گفتن، ولی چیزی که هست از اون چارچوبه خارج شده از دید حکومت متاسفانه. خاطر همین نمیشه بیایم یه حکومت دیکتاتوری داشته باشیم با یه عنوان به نام حراست که برابری باشه، حق امنیت شغلی باشه. حالا حق امنیت شغلی تو همه اعشابه، شما یه معلمی هم باشی یا یه موسیقی پلی میکنی صبح اخراجت میکنن، یعنی اصلا مهم نیستش که چه نقصی داری. در هر حال تا بوده و هست، تا این حکومت های دیکتاتوری بوده، شما در شوروی هم داشتیم یا الان ما زدمان صدام هم بوده، کسی میمونن فوتبال بازی میکردن میبرن و میباختن شلاقشون میدنن، بوده یا کره شمالی که تهدیده که خانوادهشون بودن. نظام های دیکتاتوری ورزشی رو به عنوان یک نماینده از موفقیت های نظام حاکم نشون میدن و سعی میکنن با حالت گلخونه ای یه سری قهرمان پرورش بدن، مدال بیارن که بگن ما نظام موفقه. اینم نماد بیرونیش که حالا ورزشی یه نماد وسیله سیاسی و نماد بیرونی میدن. اگر مثلا آقای رضازاده میاد مثلا وزنه میزنه آقا میکنه، عکس خامنه‌ای رو تایید میکنه، میان بعدا بهش امکاناتی میدن. ولی اگه مثلا کسی مثل علی دایی با اون سطح محبوبیتش میاد حرف حق رو میزنه، میزنهش کنار، پس در نتیجه این پناهندگی رخ میده. در کل هم به نظر من طرز فکر خب هر کسی بوده خودشه دیگه، ولی به نظر من نظام جمهوری اسلامی با پناهندگی چه سیاسی ورزشکار چه افراد دیگه مشکل نداره و استقبال ده. یک این که باعث میشه مخالف از بدون شلیک گلوله یا زندان شده است صحنه سیاسی اجتماعی ایران هست میشه، به مرور هم خب کم کم در نتیجه میگیریم که حالا با بررسی کسی که رفتن از ایران بعد 5 سال 10 سال هم دیگه میره تو حاشیه و دنبال مسئله سیاسی نمی، یعنی عملا با پناهندگی کردن افراد یه سری مخالف فعال و
غیر فعال میکنه و اصلا بودش مهم نیست. یه نشونه اینه که در ایران الان پر آیایی های پناهندگیه و 100% نظام جمهوری اسلامی هم در جریان، یعنی که مقابله نمیکنه قاعدتا موافقه، وگرنه اگر چیزی به ضررش بود سریعا مقابله میکرد. حالا میگم حتی فرد مثلا علی کریمی یا علی دایی به اون محبوبیت هم باهاش مقابله کرد. حالا درست نیستش حالا بگیم نتیجهش چی شد، ولی اینا حاضرن هم هزینه ای بکنن حتی اگر هزینه سنگین باشه. متشکرم. ممنون از شما آقای احمدی خواه. نظر آقای لطفی رو هم بشنوید و من خودم یک نظری دارم بعد از آقای لطفی میگم. بفرمایید. بله ممنون از شما. حالا یه نمونه دیگه ما بخوایم تو بحث امنیت شغلی رو بحث پناهندگی رو بخوایم مثال بزنیم که بحث تبعید قومیتی و بحث تبعید نقض حقوق پیرو و ادیان هم به نوعی دخیل در این موضوع. آقای حسین سوری هستن، رئیس فدراسیون بوکس ایران. خب ایشون به دلیل قومیتی که دارن، ایشون بلوچ هستن، خب مال خطه سیستان و بلوچستان، و به دلیل حالا از یه مجموعه از لحاظ قومیتی با اون سطح به نوعی میشه گفت از لحاظ مادی در سطح بسیار پایین در یک محیطی که بسیار، حالا نمیدونم منطقه رو طبیعتاً دوستان رفتن بعضاً دیدن، تو اون وضع اجتماعی حاکم بر اون منطقه، خب ایشون میرسه به سطحی که میرسه به جایگاهی که میشه رئیس فدراسیون بوکس. حالا به دلیل محبوبیت، به دلیل کار خودش، به دلیل حالا اتفاقاتی که حالا در زمینه خودش میفته، تمام اینها حالا اگه صحبتاشو مطالعه کنید میگه تا رسیدن به این مرحله بی نهایت مشکلات برای من به وجود اومد که من نرسم به این جایگاهی که هستم. بعد از دوره 4 ساله برای انتخابات دوره 4 ساله جدید فدراسیون بوکس دوباره مشکلاتی برای این آدم پیش میاد، تهدید میشه، اتفاقاتی براش میفته که دوباره این اتفاق که دوباره به نوعی رئیس فدراسیون نشه، که خب حالا به دلیل محبوبیت این آدم در بین ورزشکارهایی که هستش، حالا اون فدراسیون آدمهایی که تو اون مسئول رأی دادن هستن، خب این آدم دوباره رأی میاره. ولی انقدر حجم این فشارها زیاده، انقدر حجم این فشارها زیاده که این آدم میاد و پناهنده میشه. خب با این سابقه میتونیم بگیم مربیگری، با این سابقه درخشانی که تو این زمینه این آدم داشته، نمیتونیم بگیم که جامعه خیلی خرجش کرده. نه، خودش خرج خودش کرده، خودش از همه چیز زده رسیده که بخواد افتخار خرج کنه برای منطقهش، افتخار کسب کنه برای منطقهش، برای کشورش، ولی میرسه به جایی که این اتفاق میفته. خب اینها همه دوستان همه عرض کردن بحث طرز فکر این مجموعه دیکتاتوری حاکم بر نظام بر ایران متاسفانه، که یک هرم قدرتی وجود داره. تو این هرم قدرت به نوع حالا سیاسی ها میگن چپ گلوبالیست، تو این بحث هرم قدرت هر کی هستش و منافع داره و باید از این مجموعه باشه. خارج از این اگر بخوای خلاف اهداف این داخل اعضای داخل هرم و این مجموعه صحبت کنی، از چرخه زندگی ثابت میشی. حالا ما تو بحث نوید افکاری، تو بحث آقای همین اخیراً دو تا عزیزان آقای کرمی و آقای حسینی ورزشکاره بودن که خب بی دلیل، فقط به دلیل اینکه اعاده حق کردن، سریع از حق حیات از اونها سلب شد. اینها همه نشون از پناهندگی و اتفاقاتی که میفته، همچون که خودتونم فرمودید دولت راضیه که بره این آدمه بره و از این چرخه به نوعی اعتراضی خارج بشه، بلکن از دید وقتی خارج میشه به مرور زمان اون هدفش و اون ذهنیتی که داره از دید مردم هم خارج میشه و کم کم به نوعی میشه گفتش که فراموش میشه. اینها اتفاقاتیه که به فراوانی تا به امروز افتاده و من بعد هم با ادامه پیدا کردن این مجموعه خواهد بود. ممنون از شما. بله ممنون از شما آقای لطفی.
البته من میخواستم این نکته رو اضافه کنم به صحبت های آقای احمدی خواه و همچنین شما که بله دقیقا حکومت های توتالیتر یه همچین روشی رو دارن که میان از ورزش به عنوان نماد موفقیت خودشون استفاده میکنن، ولی جمهوری اسلامی خیلی عجیبه برای من که حتی نیامده از این موضوع یه، یعنی فقط سوء استفادهشو میکنه، یعنی نیامده. من که به یاد ندارم، شاید هم وجود داشته باشه، من نمیدونم، اطلاع ندارم، ولی هزینه کردی به اون صورت نکرده تا به امروز. شما حساب کنید یه ورزشگاه نقش جهان اصفهان رو 37 سال طول کشیده تا بسازه، یعنی نیامده حتی امکاناتی در اختیار ورزشگاه قرار بده که اون ورزشگاه بره برای جمهوری اسلامی پرچم جمهوری اسلامی مدال آوری کنه، یا برای مثلا آقای سعید مولایی یا برای آقای فیروزجا. اینا جمهوری اسلامی واقعا برای اینا چه کار کرده؟ هیچ کاری نکرد. اینا هر کاری کردن به نقطه ای اگر رسیدن، یا برای خانم علیزاده که عرض کردم اولین زن مدال آور المپیک اون بودن، واقعا چه کار کرده برای اینا؟ هیچ کاری نکرده. اینا با زحمت خودشون به اون نقطه رسیدن و در نهایت هم مجبور شدن که کشور رو ترک کنن. حالا این خیلی دردناکتره. آقای احمدی خواه بفرمایید. آقای شایگان، ببینید این حکومت جمهوری اسلامی که به قول معروف میگم مثل ضرب المثل های ما، خب گفتم اون جلسه هم توی کمیته کاریه گفتم ضرب المثل های ما، خب گویای همه چیز هست. آخون آب از دستش نمیچه که آخون وای میسه، شما اگر نتیجه گرفتی هم میوه محصول و زحمت شما میاد استفاده میکنه، یه درصد خیلی کمی از اون چیزی که لیاقت داری رو میدین. خب ما قهرمانایی بودن که خب خودشونو فروختن، یکیش مثلا آقای علیرضا دبیر یا خیلی مثال بزنی، اومدن مثلا یه جایگاهی دادن مثل شورای شهر، اینا باراشونو بس. به عنوان مثال آقای علیرضا دبیر یه زمان لنگ شهریه دانشگاهش بود که اومد گفت، اگر اشتباه نکنم زمان خاتمی بود، اومد گفت آقا اگه میشه شهریه دانشگاه منو صحبت کنه، شهریه دکترا و نگی دانشگاه آزاد میکنه. بعد الان تو زعفرانی میگه به چه بزرگی داره، اصلا وضعیت مالیش خیلی عالی. چطور میشه یه نفر وارد شورای شهر پولدار شه؟ به جز رانت، 100% رانت دیگه، مگه من چقدر حقوق میدم؟ کسی که شهریه‌اش رو نمیده. اینا همونجوری که گفتم آب دستشون نمیده که وای میسن. اگر شما به موفقیت رسیدی، یک درصدی از اون سودی که شما واسه سیستم داشتی و واسه تبلیغ سیستم شدی و غیر مستقیم از جیب مردم، نه از جیب خودشون، یعنی میان از یه رانتی میدن، شما میگن آقا مثلا ما داریم اینجا رو میدوزیم، یه قسمت یا باریکم مال شما. حالا کسایی بودن دیگه، مثلا مثل رضازاده یا اون کشیگیری که یادم عباس جدیدی، اینا بعدم بهشون ندادن دیگه، مثلا اومدن یه ورزشگاه چیزی دادن هر کی مندازه یه فهم و شعورش بهش چیز دادن. ولی در کل همونجوری که همیشه میدوزن و عادت دارن به غارت و دزدی، و این چیزی بوده که از اونجوری که پایشون رو گذاشتن تو ایران بوده دیگه، بجز غارت و دزدی و کلک و نامردی که چیزی نداشتن. و از 1400 سال به این بعد هر چی سیستم دینی بوده، البته دین قبلش هم همین زرتشت هم نگاه کنی، در ساسانی ها مردم راضی بودن. کلا دین ها وقتی با حکومت در آمیخته میشن سعی میکنن بدزدن، چون اصلا دین وجود نداره دیگه. اینا رو هر کی که اومده گفته آقا من اومدم راهو به شما نشون میدم، نمیدونم بگین، ولی مردم میان توش دین در میارن که توش بدزدن. قاعدتا چون که سیستمشون فقط دزدی و غارته، میان سهم غارت به شما میدن یا راه غارت میگن آقا مثلا این کوچه رو شما خرس آقا سیستم های مافیایی میگن آقا این محله دست ما، سال 4 تا کوچه هم شما برو مواد بشه. متاسفانه اینجوریه. متشکرم. ممنون از شما آقای احمد خواه. خانم رهایی صحبت شما رو هم بشنویم. ادامه صحبت های شما آقای شایگان، آقای احمدی خواه، من میخواستم حالا مهاجرتی که درسته این حکومت دیکتاتوری که هست به نفعشه، هر چیزی که حالا مخالفش باشن بدون خونریزی و تیر تفنگ برن، ولی خیلی هاشون هم ما میبینیم که به اکثر کسانی که میدونن حالا یه جورایی خارج از کشورم بشن، همچنان موی دماغ اینا میمونن. اونا رو خیلی سعی میکنن که حالا یا ممنوع الخروج کنن یا یه جورایی ویزا رو براشون صادر نکنن، چه زن باشن چه مرد، تو این مورد تفاوتی قائل نمیشن.
و یا خارج از کشورم اگه حتی ویزا میشن چقدر تحت نظرن و به سختی از جایی که هستن خارج میشن. حالا خیلی هاشون که موفق شدن پناهنده بشن توی سرگذشتشون میگن که به چه شیوهی تونستن که از این تحت نظر بودن فرار کنن. و یه کسایی هم که خارج از کشورم مثل علی کریمی، اینا یه جوری در پی اینن که اینو بدزدن مثل روح الله زن، برگردونن ایران و کارشو تموم کنن، بکشن و صداشو قطع کنن. حالا یه جورایی کسانی رو براشون مهم نیست که برن، که وقتی هم میرن موی دماغ اینا نشن، صداشون رو بلند نکنن، نخوان مثلا توی جامعه بین المللی این چیزایی که فجایعی که اینا به بار میاد، جنایت های اینا رو فریاد نکنن. این هم به نظر من یه جورایی رب داره که چه کسایی رو اینا میذارن برن یا چه کسایی رو اینا نمیخوان بذارن که اصلا برن، و همچنان تحت نظر که اگه که لازم باشه همونجا صداشو خفه کنن. ممنون از وقتی که در اختیار من بودید. ممنون از شما. دقیقا درست میفهمید. مثلا نمونه آخرش که آقای علی دایی بود دیگه، همسر و فرزندش رو از تو آسمون برگردوندن، یعنی به قول معروف گروگان گرفتن که آقای علی، چون میدونن که آقای علی دایی خیلی وجهه بین المللی خیلی بالایی داره و همچنین محبوبیت بین مردم، بین تمام مردم ایران داره، بنابراین اصلا اجازه نمیدن که از ایران پاشو بیرون بذاره، چون تو ایران هم که اجازه نمیدن صحبت کنه در هر صورت. ولی خب متاسفانه همچین مواردی هستی که جمهوری اسلامی تا اونجایی که بتونه اعدام میکنه. مثلا ما تا قبل از دهه 70 خیلی ورزشکار داشتیم که متاسفانه اعدام شدن. در دههای گذشته هم خب ورزشکاران زیاد داشتیم، آقای لطفی اشاره کردم به چند تا از این عزیزان. تا اونجایی که بتونه اعدام میکنه، تا اونجایی که بتونه حبسهای طولانی مدت میده. مثلا همین آقای نصر آبادانی فکر میکنم 20 و چند سال، برای 26 سال یا یه همچین عددی براش حبس بریدن متاسفانه. اینا امنیت شغلیه که برای ورزشکارانمون ایجاد میکنن، یا اعدام میکنن یا حبسای طولانی، یا اینکه میگن که از کشور خارج شید. به هر حال متاسفانه تا جمهوری اسلامی باشه هیچ کس امنیت نداره، حالا چه از نظر شغلی چه از نظر جانی. نمیدونم که این کابوس کی میخواد تموم بشه. دوستان اگر صحبت دیگه ای هست صحبت شما رو بشنویم، اگر نه که ختم جلسه رو اعلام کنم. خیلی ممنونم از همه عزیزانی که در این جلسه حضور داشتن، همکاران گرامی، فعالان حقوق بشر در حوزه ورزش و ورزشکاران. من رضا شایگان به عنوان مسئول جلسه تشکر کنم از همکارانی که منو یاری کردن، آقای داوود لطفی منشی جلسه، ضبط صدا، تدوین و ادمین ها آقای احسان احمدی خواه، آقای سینا اشجعی و آقای مصطفی گودرزی. همچنین تشکر ویژه میکنم از آقای عرابی که قبول زحمت کردن و امروز تشریف داشتن و ضبط صدا رو انجام دادن به طور اخص. از همه شما عزیزان تشکر میکنم که تا این لحظه همراه ما بودین و براتون عصر شنبه خیلی خوبی رو آرزو میکنم. در ساعت 19 و 20 دقیقه به وقت اروپای مرکزی ختم جلسه رو اعلام میکنم. خسته نباشید. ممنون از شما شایگان. های عربه ممنون میشم لایو قطع کنید. شما دسترسی بکنم دارید لایو یوتیوب رو جناب عربی دسترسی دارید شما؟ فکر می‌کنم خانم بیرجندی باید باشن. البته شما خودتون آقای لطفی هاست هستی، شما میتونید قطع کنید. نه من به دلیل اینکه خب آقای عرابی رو هاست کنید که بتونن قطع کنن. یک لحظه اجازه بدید آقای عرابی. اگه به هم بگیم به چه صورت انجام بدم ممنون میشم. شما خود از داخل کانال یوتیوب از طریق زوم وارد یوتیوب شده بشوید تا بتونید لایو قطعش کنید. پیشنهاد من اینه که دوستان، حالا کلا سفر شما ضبط صدا تصویر قطع کرده آقای عربی؟ من نه، هم ضبط صدا رو الان میتونم قطع کنم.
کلن ببندیم صفحه زوم رو که من همراه کنم خانم ویژندی زحمت شده کشن هم زوم رو چیز کنن هم لایو رو ببندن. ممنون از همه ای عزیزان که زحمت کشن باشید دوستان. ممنون و متشکرم. اصلا همگی خوش، خدا نگهدار. حالا آقای عرابی زحمت بکشید فایل رو برای من بفرستید. ممنون از شما. سپاسگزارم. دوباره برام بفرستید. متشکرم.